همراه میشم با رضا حاجی حسینی نگار از مالمای سوئد سلام میکنم به شما آقای حاجی حسینی در بخشی از این بیانیه حتی اومده که به جای توماج ما را اعدام بکنه بیشتر درباره محورهای این بیانیه و ترکیب امضا کنندگان اون میشه توضیح بدید بیانیه با به نام خداوند رنگین کمان آغاز میشه یعنی نه فقط تو بلکه اعتراضات سال 1401 رو هم به شکل دیگری بهش میپردازه همینطور به برخوردهایی که با زنان و دختران در های ایران داره میشه به اون هم اشاره میکنه و تاکید میکنه که ما حالا امضا این بیانیه خودشون رو به عبارتی گناهکار میدونن شون انسان خطاکار رو به جای خداوند بر سر کار گذاشتند و زمینه بروز این بحران و عبر بحران ها رو فراهم کردند به همین بحران و عبر بحران هم اشاره می‌کنند یعنی از موزلات اقتصادی فقر فلاکت که حاکم شده است بر ایران میگند از بحران زیست محیطی سخن میگند به مجموعه این موارد اشاره کردند امضا کنندگان این بیانیه و اینها کسانی هستند که خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق هستند خانواده های آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان ایثارگران شناخته میشند اونها هستند کسانی که امضا کردند یعنی نفوذ این ماجرا و نفوذ یک شخصیتی مثل توماج صالحی که صدای اعتراض مردم ایران بوده است در آثار هنری خودش تا جایی است که این افراد که البته تاکید دارند که زمانی گمان میکردند راهی که دارند میرند برای این است که یک کشور قوی سالم و مقتدر بسازند اما حاصل و نتیجهش با سر کار آمدن این حاکمان جمهوری اسلامی چنین وضعیت فلاکتباری شده اینها به حال پرداختند به این موضوع امضا کنندگان این افراد هستند چنانکه ارز کردم خود رزمندگان سالهای جنگ و همینطور خانواده های اونها که ریز کردند موارد رو هم در عین اینکه بیانیه کوتاهه اما به طور مشخص موزلات و مشکلاتی رو که امروز جامعه ایران باش سر و کار داره رو سعی کرده هدف قرار بده آقای حاج حسنین که صدها نفر از خانواده های جانباختگان و مجروحان جنگ ایران و عراق با چنین ادبیات تندی به حکومت انتقاد میکنن نشان چه وضعیتی در ایران و چه اهمیت و نتایج احتمالی داره هشدار میدن درباره فروپاشی که نزدیک این فروپاشی رو به حال میدونیم در مبانی انتقادی بسیاری از کسانی که در مقابل جمهوری اسلامی به حال سخن میگن و نقد دارند مطرح میکنند این وضعیت این گسیل کردن نیروهای مسلح به خیابان ها چنان که در این بیانیه بهش اشاره شده و در عین حال رها کردن مفسدان و زمینکاران و کسانی که دستن در کار فساد اقتصادی هستند به حال خودشون نشون میده که یک وضعیت مافیایی حاکم شده این دار و دسته مافیایی تلاش میکنه که بنهای مختلف شهروندان رو سرکوب بکنه و این ایستادگی در مقابل سرکوب رو با این ادبیات چون که شما اشاره کردید در این بیانیه میبینیم و اینکه جمعیت و عده زیادی هم هستند کسانی که این بیانیه رو امضا کردند خب نشون میده که اعتراض ها تا چند اندازه به جمهوری اسلامی گسترده است و کسانی که شاید گمان می رفته اینها پایگاه حکومتی نظام حاکم هستند و به حال حمایت می کنند. از این نظام هم می بینیم که صدای اعتراضشون تا چند اندازه بلند و تا چند اندازه زبان اعتراضشون تند شده بسیار ممنونم از توضیحاتتون آیه حاجی حسین ممنون از شما